Alors, subito mi fai belle, se vuoi fingere. Cui da ciò همگی میزون صدا و تصویر اگه خوبه اعلام بکنید. آقای آرش نصیرزاده بله علیکم. آقا، هم صداتون هم تصویرتون هم بخیر، همه چی عالیه. دیدی هم الان اومد سر کلاس. آقای دانیال ولی هم که اوکیه. آقای محمد خدا رو شکر هستم، خیلی هم خوب، الحمدلله. خب ما همچنان آماده کلاس هستیم. بچه درسمون دیگه خدا رو صد هزار مرتبه شد تموم شد. ما کتاب امسال رو با همه سختی‌هاش، با همه روش‌های متنوع و مختلفی که داشتیم پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که یادگیریش هم خوب بوده باشید، حالا فقط بحث پیش بردنش نیست. خب بچه، من منتظرم شما سوال بپرسید. من خود اونی استجب لک، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. سوال اگه دارید شروع کنید بچه. فصل امروز امتحان 6، 7، 8، 9 و 10. 6 و 7 زمین شناسی، 8 و 9 فیزیک، و فصل 10 فضا یا ستاره شناسی نجوم. جناب آقای امیر حسین امیری بفرمایید، سوالتون رو گوش میدیم. بله الان صداتون میاد آقای امیری، بفهمید. آقا میخواستم یه سوال از فصل 8 جک هیدرولیک حل کنیم. خب بچه ببینید، ما یه سرفصلی داشتیم تحت عنوان فشار، و در فشار یه مطلبی داشتیم برای فشار مایعات به نام قانون پاسکال یا اصل پاسکال. در اصل پاسکال چی میگفتیم؟ در اصل پاسکال میگفتیم مایعات فشار را در همه جهات به طور یک نوا منتقل مایعات فشار را در همه جهات به طور یک نوا منتقل میکنند. این بهش میگفتیم اصل پاسکال. یعنی اگه ما توی یه ظرفی داشته باشیم، یه مایعی باشه، اگه اینو یه فشاری بهش وارد کنیم، مثلا با یک پرسی اینو فشار بدیم سمت کنیم، این مایع در همه جهت‌ها به طور یک نواخت فشار رو وارد می‌کنیم. مایع به طور یک نواخت در تمام جهت‌ها فشار رو منتقل میکنه. خب بریم میگیم اصل پاسکال. تو اصل پاسکال ما یه سری کاربردها داشتیم. کاربردهای اصل پاسکال چی بود؟ در یکیش جک‌های هیدرولیکی بود، یکیش ترمز هیدرولیکی، آسانسورهای هیدرولیکی و وسایل خیلی زیادی که با استفاده از مایعات کار میکنن. در بعضی هم حتی گاز میتونه این نقش رو داشته باشه. حالا یکی از کاربردهای اصل پاسکال جک های هیدرولیک هست. جک های هیدرولیک جک هایی هستن که در دو سطح با اندازه مختلف یک مایعی میاد فشار رو منتقل میکنه از سطح کوچکتر به سطح بزرگتر. یه همچین شکلی رو ما همیشه مثال میزنیم، میگیم مثلا اگه این سطح باشه، یه سطح بزرگتر، یه سطح، این یه سطح نیست، توی این پر از یک مایه است. مثلا روغن هیدرولیک. دقت داشته باشید، دقت داشته باشید، ما اینجا دو تا سطح داریم. سطح کوچکتر رو با آیک مثلا نشون میدیم،
سطح بزرگتر رو با آدو. حالا اینو میتونه D1 یا D2 هم در نظر بگیرید. یه فشاری به سطح 1 وارد میشه با F1 نشون میدیم. فشار وارد به سطح 1. یه فشاری هم در سطح 2 جا به جا میشه که با F1 نشون میشه. دقت کنید وقتی ما به سطح F1 نیرو رو به سمت پایین وارد میکنیم، سطح آدو به سمت بالا وارد حرکت میکنه. دقت بکنید مقدار اندازه سطح A1 و سطح آدو، A1 اونیه که ما نیرو وارد میکنیم، سطح کوچیکه است. آدم سطحی هست که جت روش بالا میره، مثلا یه خودروی رو اینجا گذاشتن میخوان ببرن بالا با جنگ. خب ما میگیم مایعات فشار رو به تو یک نواخت منتقل میکنه، یعنی فشاری که داره به سطح 1 وارد میشه با فشاری که داره به سطح 2 وارد میشه باید با هم برابر باشن. P1 با P2 باید برابر باشن. چون فشار فرمولش چی هستش؟ F به A، یعنی نیرویی که به سطح داره وارد میشه. پس F1 به A1 مساوی با F2 و A2. چون فشار در دو تا سطح با هم برابره، پس نیرو به سطح در دو طرف باید با هم برابر بشه. حالا این چند تا حالت پیش میاد. یه زمانی هستش که مثلا از این سه تا، از این چهار تا، سه تا رو به ما میدن، یکی رو میخوان. مثلا نیروی 1 و سطح 2 رو میدن، نیروی 2 رو میدن سطح 1 رو میدن. مثلا میگن، مثال میزنیم، حالا مثال زیاد، مثلا میگن در یک جک هیدرولیک با نیروی 50 نیوتن جسم 800 کیلوگرمی را جابجا کرده. اگر اندازه سطح کوچک 25 سانتی متر مربع باشد، اندازه سطح بزرگ را محاسبه. یکی از انواع مثالایی هستش که تو جکای هیدرولیک می‌تونیم بزنیم. دوباره میگم، یه در یک جک هیدرولیک با نیروی 50 نیوتن جسم 800 کیلوگرمی رو جابجا کردیم. اگر اندازه سطح کوچیک ما 25 سانتی متر باشه، 25 سانتی متر مربع باشه، اندازه سطح بزرگ رو محاسبه کنیم. خب چیکار می‌کردیم؟ گفتیم F1 به D1 یا A1 مساوی است با F2 به D2 یا A2. دقت داشته باشید بچه‌ها، اینجا حروف مهم نیستن. ما اینجا با حرف کار نمی‌کنیم. ما اینجا عملی داریم در نظر می‌گیریم. آقایون نیرو به سطح، شما اصلا به فارسی بنویس. خب بذار با فارسی کار میکنیم، فکر نکنید حتما این حروف رو باید حفظ داشته باشید، با یه رنگ دیگه حلش میکنیم که مشخص باشه. ببینید ما میگیم نیروی سطح 1 به سطح 1 مساوی است با نیروی سطح 2 به سطح 2. خب نیروی سطح 1مون چقدر؟ 50 نیوتن. سطح 1مون چقدر هستش؟ 25 سانتی. نیروی سطح 2مون چقدر؟ بچه 800 کیلوگرمه. ما نیرو رو میخواییم اینجا جرم داده شده. گفتیم هر جایی که دیدید ما نیرو رو لازم داشتیم، جرم رو به ما داده بود، در در درش میکنیم، پس میشه 8000 نیوتن مساوی با 8000 دفند. سطح 2 رو نداریم. خیلی خب اینجا سطح 2 رو راحت به دست میاد، 16000 سانتی متر مربع. 4000 16000 سانتی متر مربع عدد میشه 4000. خیلی بزرگی هستش از نظر ما. خیر، چون 16000 سانتی
سانتی متر مربع میشه 1.6 متر مربع. هر 10,000 سانتی متر مربع یه متر مربع هستش. پس به راحتی نیرومون رو محاسبه کردیم. آی دلفان بفهم. جان 4,000. آره دیگه صورت دو برابر هستش، مخرج میشه نصفش، برمیشه 4. ممنونم. سخت بود؟ خدا رو شد. بله میتونیم در مورد نخهای قرقره هم صحبت بکنیم. بس که ببینید ما در قرقره به عنوان یک ماشین ساده میتونیم از به هم بستن چند تا قرقره مختلف قرقره مرکب بسازیم. خب بچه ها کاری با تخته ندارید، من یک عکس میگیرم از روی تخته و تخته رو پاک میکنم، میریم سراغ قرقره ها. قرقره ها کار ما گفتیم یکی از ماشین‌های ساده‌ای که کاربرد خیلی زیادی هم داره قرقره‌ها هست. ما دو نوع قرقره داشتیم، یک قرقره ثابت، یک قرقره متحرک. اما قرقره چی بود؟ گفتیم چرخی است. می‌چرخد. شیاری دارد. که ریسمانی از آن می‌گذرد. دو نوع داریم قرقره. قرقره ثابت و قرقره متحرک. قرقره ثابت به یک جا متصل بود، میچرخید، ریسمان میچرخوندش ولی جا به جا نمیشد. اگر جسمی رو به یک سر ریسمان وصل کردیم، سر دیگه ریسمان رو میکشیدیم، جسم در خلاف جهت جا به جا میشد. خب این میشه قرقره ثابت ما. اما در قرقره ثابت وقتی شکل کلیش رو رسم میکنیم، وسط قرقره که حولش میچرخه رو ممال تکیه داده در نظر میگیریم، نیروهای محرک و مقاوم در دو طرف اون وارد میشن، از F تا R، L R و از F تا E، L E. یعنی از تکیهگاه تا نیروی محرک رو بازوی محرک و از تکیهگاه تا نیروی مقاوم رو بازوی مقاوم در نظر میگیریم. در قرقره ثابت LE با LR برابره، پس E با R برابره. یعنی قرقره ثابت ما به هیچ عنوان افزایش نیروی یا افزایش سرعت نداریم توش. نکته ای که وجود داره این استش که مزیت مکانیکی قرقره ثابت همیشه برابر با عدد 1 هستش. مزیت مکانیکیمون عدد 1 هستش و قرقره ثابت فقط انتقال نیرو و تغییر جهت نیروه. این قرقره ثابت. پس قرقره ثابت فقط انتقال و تغییر جهت نیرو رو داریم. خب خیلی
بریم سراغ قرقره متحرک. تو قرقره متحرک قرقره روی ریسمان قرار داره، یه سر ریسمان به یه جا وصله، سر دیگر رو ما میکشیم. اگر جسمی رو الان ما به این متصل بکنیم، جسم با حرکت ریسمان ما بالا و پایین میره. ببینیم قرقره متحرک، چون قرقره حرکت میکنه، قرقره ثابت نیست. پس در قرقره متحرک قرقره روی ریسمان قرار داره، با حرکت ریسمان قرقره حرکت میکنه. حالا اگه بخوایم نمای شماتیک کلی قرقره متحرک رو به صورت یک جسم ثابت ساده مثل یک شکل در نظر بگیریم، ما میگیم قرقره متحرک یه طرفش تکیه گاز، وسطش نیروی مقاوم داره وارد میشه و در کنارش نیروی محرک است. از F تا E L E، از F تا R L R. بچه ما میگیم اینجا L E یا بازوی محرک ما قطر قرقره هستش، این بزرگتر از L R مون هستش که شعای قرقره هستش، دقیقا دو برابرش هست. از اینجا نیرو محرک ما کمتر از نیروی مقاوممون هستش، مزیتمون بزرگتر از یک میشه. ما گفتیم مزیت ال‌ای به ال‌آر بود یا آر به ای بود، هر کدوم اینا رو در نظر بگیریم به عنوان مزیت های حقیقی و واقعی یک قرقره، در هر دوتا حالت مزیت مکانیکی ما اینجا بزرگتر از یک خواهد بود، دقیقا مساوی با عدد دو خواهد بود، چون الی ما دقیقا دو برابر ال آر مون هست. ما اینجوری هم میتونیم بنویسیم که الی مساوی است با دو تا ال آر، پس ای مساوی است با یک دوم آر، پس مزیت مکانیکی ما همیشه عدد دو خواهد بود، یعنی قرقره متحرک نیروی ما رو دو برابر میکنه، با یه نیروی کمی میتونیم جسم دو برابری رو جابجا بکنیم. پس قرقره متحرک ما به دو روش کمک میکنه، انتقال نیرو و افزایش نیرو. این از قرقره ثابت و متحرک. حالا میریم سراغ قرقره های مرکب. ما میتونیم ماشین ها رو به هم دیگه ببندیم و با استفاده از بستن ماشین ها به هم دیگه ماشین هایی رو تولید بکنیم که توانایی و کاربردهای بیشتر و یا متفاوت تری دارن. اگر ما چند تا قرقره ثابت و متحرک، حداقل یه قرقره ثابت و یه قرقره متحرک رو با هم ببندیم، اینجا دیگه بهش قرقره ساده نمیگیم، ماشین ساده گفته نمیشه، اینجا بهش میگیم ماشین مرکب. ماشین مرکب ماشینی هست که از چند تا قرقره ثابت ساده و ثابت و متحرک به وجود اومده. خیلی اینجا رو داشته باشید بچه، من یه زمین میچرخونم. اینجا ما دیگه بهش میگیم قرقره متحرک، قرقره مرکب. ببخش تو قرقره مرکب باید دقت داشته باشیم که اگر نیروی محرک به قرقره ثابت وارد شود، مزیت مکانیکی مساوی است با 2N. این N تعداد قرقره های متحرک است. اگر نیروی محرک ما به قرقره متحرک وارد شود، مزیت ما 2N به علاوه 1 خواهد، یعنی مزیت ما یه دونه بیشتر میشه وقتی که نیروی محرک ما به قرقره متحرک وارد شد. روشن سال میزنیم. اینجا باز N تعداد قرقره های متحرک ما خواهد بود. مثال میزنم بچه، فرض بکنید ما یه همچین قرقره ای داریم به این شکل، اینا رو به هم بست. خب نگاه میکنیم بچه ها، میبینیم قرقره بالایی ما به یک جا وصله ولی قرقره پایینی ما به جایی وصل نیست. میخوایم تو این مزیت رو به دست بیاریم. ببینید ما میگیم الان این قرقره بالایی مون قرقره ثابته، پایینی قرقره متحرکه.
درسته؟ بالایی ثابت بود، پایینیه متحرک بود. خب الان ما تو اینجا تو این آه یه سوال سوال آقا مزیتمون چجوری به دست میاد؟ آه گفتیم یعنی ما اگر الان هرچی قرقره داشته نیروی باشیم محرک مزیتمون ما داره به غرغره ثابت وصل میشه، نخمون اول از همه به کجا وصله؟ به غرغره ثابت. اینجا مزیت ما از امور دو n به دست میاد. دو در n، n-ای که تعداد غرغرهای متحرک ماست. پس اینجا مزیت ما میشه دو ضرب در یک، مزیت ما میشه دو. پس این غرغره متحرک ما، غرغره مرکب ما، نیرو رو دقیقا دو برابر. اما ممکن هستش که یه مقدار تفاوت داشته باشه. من تختار پاک میکنم، مثال های دیگه ای رو از غیر مرکب براتون میارم. جانم بفهمید. آقا میشه یه سوال کنی؟ نه ربطی به اون نداره. گفتیم دو ضرب در تعداد غیرهای متحرک، ما به غیرهای ثابت کاری نداریم. ببینید بچه ها، غیرهای ثابت در اصل در مزیت نقشی ندارن، چون غیرهای ثابت مزیتشون یک هست. برای همین در محاسبه مزیت کلی غیرهای مرکب، غیرهای ثابت نقشی رو ندارن، غیرهای متحرک نقش دارن و این تعداد غیرهای متحرک هستش که تعیین کننده مزیت هستش. و اینکه نیرو داره به کدوم نوع غیرهای وارد میشه، نیروی ما داره به غرغره ثابت وصل میشه یا به غرغره متحرک داره وصل میشه. گرفتید جوابتون رو؟ آقای ولی بفرمایید. اون که ببین میگفت تعداد رو تعداد نقش میتونیم مزیت نگیشو بدید. متوجه نشد. سوال بپرسی یا من سوال مطرح کنم؟ آره الان میخوام همین کارو بکنم، میخوام تخته رو پاک کنم بعد یه مثال براتون حل میکنم. تخته رو پاک کنم، سوالی ابرو تخته ندارید؟ چه تأثیری داره؟ دادن نه بچه یه مثال میزنم دقت کنید. مثلا به ما میگن تفاوت نیروی محرک لازم برای جابجایی جسم آر را در دو شکل زیر به دست. اون شکل آ، شکل ب، جان
جزم تعداد نخ رو هم الان توضیح میدم، عجل نکنید، صبر کنید. ببینید ما الان اینجا جسم آره مثلا 50 کیلوگرمی رو هیچ اطلاعات دیگه ای به ما نداده، میگه تفاوت نیروی محرک لازم برای جابجایی جسم آره 50 کیلوگرمی رو در دو شکل زیر به دست دارد. یعنی چی؟ یعنی آقا ببینید اینجا نیروی محرک ما چقدره، اینجا نیروی محرک ما چقدره، تفاوتش رو به دست بیارید از هم کم بکنید. یعنی نیروی محرک شکل اول باید به دست بیارید، نیروی محرک شکل دو رو هم باید به دست بیارید. ولی بچه هیچ اطلاعاتی به ما نداده جز جرم آر، هیچ اطلاعات دیگه ای به ما نداده. چجوری میتونیم این حلش کنیم؟ بچه ما میدونیم که بذار من یه ذره دفتر وسطش رو زیاد کنم. در شکل آ و شکل ب، در شکل آ ما میدونیم مزیت مساوی با آر به ای است. مزیت ما مشخص نیستنده ولی نیرو مقاوم ما الان اینجا 500 پس اگر ما مزیت رو داشته باشیم میتونیم نیرو محرک رو در شکل آ به دست بریم. اما مزیت رو چجوری میتونیم به دست بریم؟ ما گفتیم مزیت مساوی است با 2 ضرب در n. 2 ضرب در n یعنی چی؟ یعنی نیرو محرک ما داره به غیرقره متحرک وارد میشه یا ثابت به غیرقره ثابت داره وارد میشه. این ثابته دوم میش هم ثابته، سومیش متحرکه. پس نیرو محرک ما داره به غرغره ثابت وارد میشود. تو شکل دو غرغره بالایی ثابته، وسطی هم ثابته، پایینی متحرکه. در شکل بی ما نیرو محرکمون داره به غرغره متحرک وارد میشه. دقت داشته باشیم بچه ها، میشه آ مساوی با دو تا N. خب پس مزیت مکانیکی در شکل آی ما میشه یه دونه غیرغیر متحرک داریم، مزیت میشه دو تا یک، مزیتمون رو داریم عدد دو میشه 500 به چه عددی؟ اینجا نیرو محرک ما به دست میاد 205. خیلی راحت به دست کن. پس ما در شکل یک فقط با محاسبه مزیت تونستیم مقدار نیروی محرکمون رو به دست بیاریم. اما در شکل دو ببینید نیرو محرک داره به غیرقره متحرک وارد میشه. از مزیت ما میشه دو تا n به علاوه یک. در شکل ب مزیت باز آر به ای هست، آره ما بازم 500 هست. آقا اگه میشه مزیت ما اینجا میشه دو تا n به علاوه یک، n هم گفتیم تعداد غیرقره‌های متحرک ما هستش، پس میشه دو تا سلام آقا. آقا اینجا 66 نمیشه، 67 میشه، میشه 3. اینجا مزیت شد 3. 500 به چه عددی میشه 3؟ دیگه این مثلا دو n به علاوه یک به دست میاد. توضیح بده چجوری به دست میاد همچی فرمولی میرسیم؟ میشه تقریبا 133 ممیز 33 صدام. پس ما نیروهای محرک دو تا شکلمون رو به دست میاریم. تفاوت اینها رو خواسته، برای اینکه تفاوتشون رو به دست بیاریم میگیم 250 منهای 133 ممیز 33 صدام، جوابمون به دست میاد اینجا 50 تا داریم و این هم 67 تا میشه 117 تقریبا یا 116 ممیز 66 نیوتن.
تفاوت نیرو محرک وارد شده در شکل A و B. پس بچه دقت بکنید، ما اینجا از فرمول داریم جلو میریم، چون تک ریسمان هست غیر مرکب ما تک ریسمانه، یعنی از اول تا آخر یه دونه ریسمان بیشتر وجود نداره. اگر چند ریسمان بود اون موقع حساب کتاب ما فرق میکرد، باید از روش دیگه استفاده میکردیم که انشالله در سالهای دیگه در مدارس دیگه با شما کار میشه. مبحث کتاب تا این حد زیادم گفتیم بهتون، بیشتر از حد کتاب با کار کرد. خب مشکل حل شد؟ آیا عبدالی بفهمید؟ آیا عبدالی؟ بله چشم. خب آیا اکبریان هم بفهمه؟ خب باشون دیگه محاسبات ریاضیت با خودتون، ما امتحان ریاضی نمیخواییم بگیریم ازتون. مرسی. برای حل مزیت میان روش های مختلفی رو در غیر مرکب در نظر میگیرن. یکی از روش ها فرمولیت هست، یکی از روش ها شمارش تعداد ریسمان هاست، هر کدومشون یه روشی رو دارن به کار میبرن. ما از روش فرمولی استفاده میکنیم. حالا اثبات فرمول رو میذاریم برای فیزیک دور دوم متوسطه، اونجا باهاتون اثبات فرمول کار میکنن. ولی شما در این حد یاد بگیرید وقتی در یک غیره مرکبی نیروی محرک ما به غیره ثابت داره وارد میشه، مزیت مکانیکی 2N هست، یعنی 2 ضرب در تعداد غیرهای متحرک ما. ولی اگر داره نیروی محرک ما به غیر متحرک وارد میشه، اینجا 2N به علاوه 1 هست، یعنی 2 برابر تعداد غیرهای متحرک به علاوه عدد 1. در اینجا ما میایم برای محاسبه مزیت از این دو تا فرمول استفاده میکنیم. حالا چجوری اینا به دست میاد بماند، ولی روشی که متداول تر هست بسیاری از کتاب هم با کار میشود روش شمارش ریسمانه، که ما امسال سعی میکنیم زیاد با این روش کاری نداشته باشیم، چون هم خطا داره. مثالهایی رو سر کلاس زدم براتون که برای محاسبه مزیت اگه از شمارش ریسمان استفاده بکنیم به جواب اشتباهی میرسیم حتی. پس روش فرمولیته روش مطمئن تری هستش، ما میایم از این روش بیشتر استفاده میکنیم. آیا ولی شما هم سوال خواهش میکنم، آیا ولی شما هم سوالتون رو بپرسید تا بریم سراغ سوال آقای عبدالی. بریم سراغ گرفت پس بریم سراغ سطح چیپداری که آقای عبدالی سوال پرسیده بودن. آقای دلفان اجازه بدید من سطح چیپدار رو یه توضیح بدم بعد سوال شما رو حتما مطرح کنم. میخوای سوالت رو بپرس شما؟ آقای دلفان سوالت رو بپرس. آها متوجه شدم، در یه مکانیاب جهانی جی پی اس حتما. پس حالا فعلا تو ماشین هایی بچه ماشین ها رو تموم کنیم بعد میریم سراغ، من یه مثال سطح چیپدار بزنم بعد میریم سراغ فضا و سوالاتی که از سطح 10 داریم. شما سراغ سطح چیپدار. بس ببینید ما یه ماشین ساده ای داشتیم به نام سطح چیپدار. گفتیم تعریف سطح چیپدار هر سطحی هستش که با افق زاویه بسازد. سطح چیپدار سطحی است که با افق زاویه دارد.
میگیم سطح شیبدار. دقت داشته باشید در سطح شیبدار ارتفاع سطح شیبدار بازوی مقاوم ما هستش، یعنی جسم ما به اون اندازه باید جابجا بشه، و طول سطح شیبدار بازوی محرک هستش. یعنی ما به اندازه طول سطح شیبدار همراه جسم باید بالا بریم تا اون جسم رو جابجا بکنیم. پس ما در سطح شیبدار ارتفاع سطح شیبدار رو LR و طول سطح شیبدار رو LA در نظر میگیریم، یا ارتفاع سطح شیبدار رو مقدار جابجایی مقاوممون در نظر میگیریم، طول سطح شیبدار رو مقدار جابجایی محرکمون در نظر میگیریم. پس در سطح شیبدار مزیت مساوی است با اندازه طول سطح شیبدار به اندازه ارتفاع سطح شیبدار. خب ما میدونیم تو مثلث وتر همیشه بزرگترین ضلع هستش، پس ما همیشه LAمون از LRمون بزرگتره، پس همیشه مزیت مکانیک سطح شیبدار که LA به LR هستش بزرگتر از یک خواهد بود. پس سطح شیبدار همیشه با انتقال نیرو، افزایش نیرو و نکته جالب تغییر جهت نیرو به ما کمک میکنه. شاید این آخریه برای شما جالب باشه، چجور تغییر جهت؟ ببینید ما اینجا جسمی رو به سمت بالا هل بدیم، خب اونم خودش هم میره سمت بالا دیگه، از تغییر جهتی دیگه نداریم. چرا باید تغییر جهت داریم؟ ما در صورت مایل نیرو محرکمون داره وارد میشه، در صورتی که جسممون در اصل به سمت بالا داره حرکت کنه از اینجا به اینجا. ما اگه نیروی لازم بوده چون از پایین جسم رو برمیداشیم میذاشیم بالا، پس جا به جایی جسم ما از پایین به سمت بالا هستش، در صورتی که نیروی محرک ما به صورت اوریب یا مایل داره وارد میشود. درست؟ خب دقت داشته باشید، پس ما سطح چیپ دار هم انتقال نیرو میده هم افزایش نیرو میده هم تغییر جهت. حالا یه سوال از بچه هم پرسن آقا برای محاسبه چه سوالی رو کار کنیم؟ یه مثال مسئله ای حل میکنیم، عددی کار میکنیم برای سطح شیبدار. مثلا میگه در شکل زیر با نیرو محرک 20 نیوتنی جسم چند کیلوگرمی میتوان جابجا کرد؟ بیام چی شد؟ خب دقت کنید، بعضی وقتا یه ذره سخت هم بده، یه ذره سخت‌ترش کنید. این سر رو نداره، مثلا این سر رو اینجا خب، یا یه ذره سخت‌ترش کنید. فرض کنید این از دور محاسبه بکنم، من تو سر خودم یعنی خب به این چه سال داده؟ ارتفاع رو داده 4، سطح پایین هم داده 3، چیز دیگه یعنی داده. خب یه ذره سخت رو ما میگیم برای اینکه نیرو با نیرو محرک جسم چند کیلوگرمی رو میشه جابجا کرد، یعنی ما اینجا نیرو مقاوم رو باید محاسبه بکنیم. ما گفتیم مزیت R به E یا LE دل LR هست. خب الان اینجا مزیت رو ما نداریم، LE رو هم نداریم، فقط LR رو داریم. LRمون 4ه. حالا LEمون چند میشه؟ خب بچه قاعده فیثاغورس دیگه، بگیم وتر به توان 2 مساوی است با مجموع دو ضلع دیگر به توان 2. پس وتر به توان 2 میشه 4 به توان 2 به علاوه 3 به توان 2، پس میشه 25. وتر ما میشه رادیکال 25 میشه 5.
اندازه الیمون به دست اومد 5. حالا 5 به 4 میشه 1.25. مزیت ما شد 1.25. حالا میایم تو مسئله قرار میدیم، تو شکل قرار میدیم، میگیم مزیت مساوی است با ال ای به ال آر یا آر به ای. اینجا میریم سراغ آر به ای. 1.25 مساوی است با آرمون چند بود؟ جسم نداریم آر رو، ولی نیرو محرک ما 20 بود. چه عددی به 20 میشه 1.25؟ میشه عدد 25. نیرو مقاوم ما میشه 25 نیوتن. حالا گفته جسم چند کیلوگرمی برای تبدیل نیرو به جرم باید عدد رو در بر 10 تقسیم بکنیم. اینجا 25 تقسیم بر 10 میشه 2.5. آخری ممنونم. بله آقا. پس ما به راحتی با استفاده از دو تا فرمول مزیت، هم آر به ای هم ال ای به ال آر، جواباش باید یکی باشه. البته بچه ما تو فیزیک پیش رفته تفاوت قائل میشیم بین مزیتی که از محاسبه بازوها به دست میاد با مزیتی که از محاسبه نیروها به دست میاد. بحث مزیت واقعی و حقیقی رو در نظر میگیریم که تو مدارس سمپات کار میشه، تو تیزهوشان کار میشه. ما سعی کردیم زیاد وارد مباحث خارج از کتابتون نشیم. حالا در صورت مزیت میتونه از آر به ای به دست بیاد، میتونه از ال ای به ال آر به دست بیاد. از هر جفتش هم باید عددش یه عدد ثابتی باشد، درست؟ پس ما اینجا اومدیم با استفاده از این دوتا فرمول مزیت مقدار مشمول خودمون رو به دست آوردیم. ما با نیروی 20 نیوتن میتونیم جسم 25 نیوتن رو جابجا بکنیم طبق این سطح شیبدار. پس باز هم ما افزایش نیرو رو داریم. خب یه سوالی پرسیدم. آینه نجاتی رو بزنم یه داخل. خیلی یه سوالی پرسیدن در رابطه با جی پی اس یا موقعیت یاب جهانی یا ماهواره هایی که برای جهتیابی استفاده میشن ازشون. میخوام اینم توضیح بدیم، وقت کلاسمون هم کم هستش، تایم زیادی هم نداریم، میخوام خیلی سریع بریم سراغ بقیه مواردی که لازم هست. خب اگه سوال ندارید یه عکسی از دوستت رو بگیریم و بریم. آقای عبدالی شما سوال تو جوابتون رو گرفتید؟ آقای عبدالی شما جوابتون رو گرفتید؟ سوالی نداری تخته رو پاک بکنم؟ ایلیا خب بچه ما گفتیم یکی از کاربردهای ماهواره ها به عنوان قمرهای مصنوعی تعیین موقعیت جهانی یا موقعیت یا به جهانی یا جی پی اس هست. دقت کنید، ما گفتیم یه چیزی داریم تحت عنوان قمر. گفتیم قمرها اجرامی هستن به دو یارات در حال چرخش. قمرها دو دسته بودن، یا طبیعی بودن یا مصنوعی بودن. قمرهای طبیعی گفتیم در سیارات داخلی همان در سیارات خارجی دادن. مثال زدیم، گفتیم مثلا عطارد و زهره قمر ندارن، زمین یک قمر داره که ماه، مریخ هم دو تا قمر داره. خب آقای رفیع‌پور
در سرعت خارج قمرها تعدادشون خیلی زیاده، این کتاب گفته که سازمان موقعیت ابتدایی از 24 تا مقاومت تعداد قمرهای سیارات خارجی خیلی زیاده که وجود دارد. این هستش که یه سری قمر هستن، قمرهای مصنوعی هستن. قمرهای مصنوعی همون ماهواره ها هستن. ماهواره های سایه فضایی رو قمرهای مصنوعی میدونیم که تاکشنستان ساخته میشه، ولی به دور سیارات در حال چرخشه، یعنی دقیقا موادی هستن که جرم دارن دور سیارات هم میشن، پس تعریف قمر رو دارن. اما چون دستساز انسان هستن میشون مصنوعی. دقت کنید بچه ها، ماهواره ها اهداف مختلفی دارن برای کاربردش. دقت داشته باش. مثلا وظایف ماهواره میتونه وظایف مخابراتی باشه، میتونه وظایف جاسوسی باشه، میتونه وظایف نظامی باشه، میتونه وظایف شناسایی آب و هوایی باشه یا ماهوارهای هواشناسی باشه. و یکی از کاربردهایی که داره ماهواره‌های جهت‌یاب یا جی پی اس. خب ماهواره‌های جهت‌یاب یا جی پی اس چیکار می‌کنه؟ بچه‌ها ما 12 تا ماهواره در اطراف کره زمین رو داریم که اینا وظیفه‌شون کمک به جهت‌یابی یا تعیین جهت جهانی هستش. برای اینکه این ماهواره بتونن درست عمل بکنن حداقل به 3 تا ماهواره ما نیاز داریم. خب پس اگر این کره زمین باشه، خب بذارید من اینو جای بکشم که قشنگ ببینید. سوالی نداشتیم، فقط تایید کردیم حرف زد. بعد منتظرم یه نفر ایراد بگیره اصلا. همینطور آقا. کجایی؟ شایان. بچا موقعیت یا به جهانی؟ آقا از کجا فهمیدین؟ چهار تا ماهواره تشکیل شد. حالا بچا بگید چرا 24 تا؟ چرا 12 تا نه؟ آقا ما طول شبانه روزم 24 ساعته، پس در هر ساعت باید ماهواره داشته باشیم که بتونه موقعیت یابی رو انجام بده. حالا تو موقعیت یابی اگر ما یک ماهواره رو داریم، این میاد یه محدوده ای رو تحت پوشش قرار میده. اینو فرض کنید ماهواره شماره 1 ما باشه. گفتیم برای تعیین موقعیت جهانی حداقل به 3 تا ماهواره نیاز داریم. باید یه ماهواره دیگه اینجا داشته باشیم. اینم دوباره بیاد یه پوششی بده. یه فصل مشترکی به دست میاد. محدودش کوچیک میشه. سومی ماهواره بعدی میاد دوباره پوششی رو انجام میده. اینجا بچه‌ها فصل مشترک 3 تا میتونه محدوده نسبتا دقیقی رو از موقعیتی که برای موقعیت جهانی هستش به دست بیاره. دقت بکنید بچه‌ها، حداقل 3 تا ماهواره است، ولی حساب بکنید وقتی در ساعت‌های مختلف یا در جهت‌های مختلف در زوایای مختلف ماهواره مختلف وجود داشته باشن، هرچی تعداد ماهواره‌هایی که در موقعیت یا به جهان نقش دارن بیشتر بشه، حد مشترک یا اون فصل مشترکشون کوچیک‌تر میشه و دقیق‌تر میتونن محلش رو شناسایی بکنن. آقای مهدی عباسی سوال دارید بفرمایید. آقای شایان زند بفرمایید. شما که سوال نمید. خب نفر بعد سوال بعد. دست درد نکنه شایان، ما خیلی صدای شما رو شنیدیم، دلمون تنگ شده بود. من فکر میکنم تو رخت خوابی الان. از طرز صحبت کردن مشخص یه دو تا لاغره.
شایان جان حواست رو درس بده، شما 2-3 ساعت دیگه باید امتحان بده این مطالب. خواهش چشم بدید. بله آیا امیری بفرمید. بله بعد شما یه مطلبی داریم تحت عنوان گشتاور نیرو، میخوایم اینو توضیحش بدیم. من تختر یه عکسی میگیرم و میریم سراغ مطلب آخر امروزمون که راجبه هم مشاوره میکنم. 5 دقیقه بیشتر زمان نداریم، تو این 5 دقیقه هم یه توضیح از گشتاور نیرو و یه روبی هم میخوام یه توضیح در مورد یه قانون هستش در مورد اون توضیح بدم برات. دارم لجه یه بنده خدایی اینجا در میارم، بعد الان لجش در اومد دست در. خب بریم سراغ مطلب. خب بریم سراغ گشتاور نیرو. دقت کنید بچه‌ها، گشتاور نیرو اثر ترخانندگی نیروست. بچه‌ها ما نیرویی که به جسم وارد می‌کنیم بعضی مواقع باعث چرخیدن جسم حول محور یا حول تکیه‌گاهش میشه. شما اگه فرض بکنید که یک آکاری رو دارید دور یک پیچی انداختید، میخوایم اینو بهتر کنیم. اگر نیرو رو به این سمت وارد کنیم جسم در این سمت میشه، اگر نیرو رو به این سمت وارد کنیم جسم در این سمت میشه. به این اثر چرخانندگی نیرو میگیم گشتاور نیرو. این مفهوم گشتاور. اما دو نوع گشتاور نیرو داریم بچه ها. انواع گشتاور نیرو ساعتگر هست و پاد ساعتگر. ساعتگر یعنی در جهت عقربه های ساعت از چپ به راست، پاد ساعتگر یعنی در خلاف جهت عقربه های ساعت از راست به چپ. یه راحت تر از این نمیدونیم. ساعتگر میشه از چپ به راست در یک حرکت گشت و در یک حرکت دورانی. پاد ساعتگر میشه از راست به چپ در خلاف جهت عقربه های ساعت. دقت داشته باشید بچه‌ها، گشتاور نیرو همیشه از محاسبه مقدار نیرو در مقدار جابجایی یا افزایش سرعت اثر مسافت نیرو به دست میاد. پس گشتاور نیرو مساوی است با مقدار نیرو در مقدار جابجایی نیرو. پس ما میتونیم بگیم گشتاور نیروی محرک مساوی است با نیرو محرک ضرب در مقدار جابجایی نیرو محرک، همون بازوی محرک. گشتاور نیروی مقاوم مساوی است با مقدار نیروی مقاوم ضرب در جابجایی نیروی مقاوم. نکته‌ای که وجود داره این است که ما میگیم گشتاور نیروها با همدیگه باید برابر باشن. چرا؟ یه قاعده ای داریم به نام قانون پایستگی ماده و انرژی. میگیم انرژی به وجود نمیاد، از بین نمیره. از اون ور میگیم انرژی همون توانایی انجام کار هست. یعنی کار و نیرو، کار و انرژی با همدیگه همراستا و همپایه هستن. برای همین حتی واحدها یا یک باشون هم با هم برابره. جفتشون رو با جول در نظر میگیم. دقت داشته باشید بچه ها. ما میگیم در الی مساویست آر در الی آر. دیر وارد کلاس شدم. ببین میگیم کار نیروی محرک یا همون گشتاور نیروی محرک یا
به این میگیم کار نیروی مقاوم. پس حاصل ضرب این دوتا همیشه باید با هم برابر باشه. پس دقت میکنیم همیشه حاصل ضرب نیروی محرک در بازوی محرک باید مساوی باشه با حاصل ضرب